freedom and democracy. They were met with bullets and batons by the besieged forces. Thousands were arrested, imprisoned, tortured, and raped by the Revolutionary Guards simply for daring to demand their freedom. How do you suppress youth who thirst for freedom? You arrest them and imprison them. این رژیم فکر میکنه با سرکوب یا جوانان با مواد مخدر یا اعدام کردن میتونه جوانان ما رو از پا بندازه. کور خونده. ما هر روز پرقدرت‌تر میشیم. مطمئن هستم که قیام سال 2009 رو یادتون میاد. این نشونه همینه که جوانان همیشه بیدارن و هرگز تن به ستم نمیدن. هرچه بیشتر سرکوب کنن شجاعت جوانان دو برابر میشه و هرچه سخت‌تر مبارزه خود رو ادامه میدن. شخصا به عنوان یک جوان ایرانی که تا چندی پیش در ایران شاهد ظلم و ستم و تحقیر مردم شریف کشورم بودم، آن هم از جانب ارتجاعی ترین و حقیرترین نیرویی که در طول اعصار تا به امروز بر سرزمینم حاکم بوده، سرزمینی که مهد ستارخان ها بوده، مهد میرزا کوچک خان ها بوده، مهد مصدق ها و حنیف نژاد ها بوده، میادگاه رحمان ها و نسترن ها و فائزه ها بوده. سرزمین ما سرزمین اسطوره هاست. همه ما از بچگی، از دوران کودکی با اسطوره ها بزرگ شدیم. این اسطوره ها در کلیتشون یک پیام مشخص داشتند، یک کلام واحد، اینکه ما ایستاد مردن رو به زندگی حقارتبار ترجیح میدیم. و اگر آخوندهای حاکم بر ایران فکر کردند که میتونن این ریشه مستحکم رو بخشکونن، سخت در اشتباه. The Mullah's regime will be overthrown. Iran will be free. Nothing shall impede us. Future belongs to us and not to the Mullahs.